فقط چپ رو برای دروازه فرستاده بشه سینیوری بطرم سینا اونجا سلام خب سینیوری به مشتی مثل که داشتیم ما نگاه میکردیم و سلام کردیم جواب ندیدین گفتیم حتما خوابین دیگه روشنش کن بزن همینجور زرزر بکنه حداقل خوابمون نبره راستی ساعت چنده؟ گرو بده ای بی انصاف مثل فرفره داره میران انگار نه انگار که ما فردا صبح چک داریم نامبتر از ساعت من ندیدم خیر از سرمون داریم زندگی میکنیم دو هفته است که بچه همو ندیدم صبح که میام خوابم شبم که برمیگردم باز خوابم الان زنه نزدیک یه ساله بهم میگه عباس یه هفته فقط یه جمعه این آژانس نرو بریم بیرون یه چرخی با این بچه ها بزنیم هوایی سر این بچه ها عوض بشه هی بهش میگم این هفته اون هفته یه روز آدم کار نکنم سه روز عقبه بزن دیگه بفرمایید سلام شب شما بخیر بله شماره اشتراکتون هستای میاد خداحافظ مسعود باشو یه سرویس خوب داری کجا؟ گوهردشت بیا عباسی خوبش شما بارو من؟ مگه نوبت شما نیست؟ چرا؟ من این نمیگی فرد چک داری باش برای دیگه خیلی نوکرتم میگن هر کنونه قلب خودشو میخوره خدا بزرگر باشو خب مشتی امروز چقدر کاسبی کردی؟ 24-15
دلبتو میخوای؟ آره باید اجاره بدم کم دارم جونتو. که چیز تازه اینی تو بچه که کم داشتی؟ بامزه شده. چقدر باید بهت بدم؟ 22500. تو از کجا میاری اینا رو؟ وقتی بهت میگم بنویس برای همین روزا میگم دیگه. حالا خوب خودم نوشتم اینا. هفتم آبان 3500 واسه بنزین گرفتی بعد از ظهرش. 13 صبح 10 تومن گرفتی گفتی میخوام برای نامزدم کادو بخرم تولدشی. آره یه دونه از این پارچه پیرنیا واسش خریدم اینقدرم بهش میاد. خب حالا هرچی، آخریش هم 10 غروب بود که گفتی 8 تومن میخوای برای محمود کفش بخری. آره من حلالرم سرم میشه. حالا پاشو برو فعلا یکم بخوابم بعدم باید حساب میکنم. پاشو یادت نمیره. پاشو برو دیگه بابا ببینم چی کار میکنی. بگی بخواب بابا بگی بخواب. آره سلام. آره مگه مینا خونه نیست بره دارو خونه بگیره؟ خیلی خیلی خوب خیلی خوب الان میام الان میام مادر من الان میام. پسو این ریسته و پرچمان خونه شماست دیگه نه؟ آره چطور مگه؟ چطور مگه؟ هفته دیگه نیمه شعبان بسر خوب خیلی خوبی برات میارم یا دست در نکنه قربونه. حیف شد نتونستی بخوابی. ها جنجن چسی باشه بریم که سرما میخوری. ها باشه نبیا. باز چی شده؟ آره دامه کی گذاشتی؟ ها مامای امینا کدومشون؟ صورتت چی شده؟ ها؟ کی زدت؟ مینا. باشه باشه بریم تو. باشه ببینم. لاشو بیت باشه. دست درد نکنم الهی خیر ببینیم. برو یه لیوان آب بیار دواهامو بخورم. پام داره قد میشه بیساب بمونه. ماما توش برو یه لیوان آب ورده بیار. چشم قربون قد و بالات برم مادر. قربون قدت ای بیساب بمونه. مسعود مادر خوابه. خواهر برادران بلش کن تو رو خدا خون رو ننداز. مسعود مینا مینا باشو ببینم با چه حرف میزنی؟ با سمیه. سمیه من بعد بهت زنگ میزنم. کافر مسلمون میکنی؟ واسه چی زدیش؟ غلط زیادی کرد منم زدمش. آخه این زدن داره خجالت نکشیدی؟ تو که نمیدونی چی کار کرد. چی کار کرد؟
امروز ظهر سمیه مده بود اینجا تا با هم درس بخونیم. بعد که داشت میرفت محمود رفت از سر حوض یه دونه گلدون براش داد، بهش گفت زنی من میشی؟ همچین گفتی گلدون برداشته؟ گفتم همچین محکم زده تو فرق سرش. سمیه چی گفت؟ هیچی. چی میخواستی بگه؟ گفت بذار درسم تموم بشه بعد. بعدشم بهش برخورد گذاشت رفت. مینا خانم ناسلامتی، شما دانشجوی این مملکتی، دلت اومد اینو بزنی؟ خدایی دلت اومد؟ بعد ادب بشه که دیگه از این غلطا نکنه. اولا اینکه اون بیادب نیست که تو بخوای ادبش بکنی. دوما برای بار هزارم دارم بهت میگم اون مریضه، باید مراعات حالشو بکنی. سوما به ارواح خاکی بابا یک بار دیگه، فقط یک بار دیگه دستش بلند میکنه وقت من میدونم. تو اینو کجا میبری؟ اگه تو صبح نمیخوای بری دانشگاه چه ربطی داره؟ ربطش به اینه که صبح تا شب میشینی با این ور میزنی، بعدش هم زد تا زد واحداتو میافتی. کی ضرر میکنه؟ منی که دارم شهریه دانشگاهتو میدم. مینا کاری نکنه، اولین کسی که در این خونه رزت بدمت بری ها. حالا خود دانی بدمت بری؟ مگه این خونه صاحب نداره که تو واسه من تکلیف معین میکنی؟ چرا؟ داره، خوبش هم داره، ولی صاحب خونه اون کسی که داره خرجشو میده. حالا بگی بخواب به منم جر و بحث نکن. سر شب مادر لیلا زنگ زد. چی کار داشت؟ یه خورده گلگی کرد، دلش که خالی شد قطع کرد. چی میگفت؟ همون حرفای همیشگی. خب مادر جون حق دارن شاکی باشن، تو 2 سال دخترشون رو نامزد کردی هنوز نیوردیش. مادر دیگه دلنگرون آینده دخترشه. خب منم میخوام بیارمش، ولی چی کار کنم؟ یه نفرم دارم یه خونواده رو میچرخونه، دیگه بیشتر از این زورم نمیرسه. اونم از همین کفری بود، میگفت مسعود که اینقدر درگیر خونواده شه زنو میخواد چی کار؟ اه؟ پس حرفای همیشگی رو نزده دیگه. چی میگفت؟ حرف آخرشم همین بود. خسی حداقل به زبون نرمش کنی. آخه تا کی؟ آخه مادر من، تو که از همه جیکوپی که زندگی من با خبری، دیگه چی کار کنم؟ بیشتر از این نمیتونم. داری خودت میبینی دیگه، صبح تو شب، شب تو صبح دارم کار میکنم. دیگه همینم مونده شما سرزنشم کنی. مسعود به این برکت منظورم این نبود، کلافگی و کم طاقتیم از شرمندگیه، هم از تو هم از مردم. به خدا اگه روماتیسم نداشتم میرفتم سر یه کاری و نمیذاشتم تو یک قرونی تو این خونه بیاری. شما به اندازه کافی کار خودتو کردی. خدا انشالله عوض خیر بهت بده، انشالله یه دونه بذاری 100 تا برداری. متشکرم عزیزی. اگه لیلا قبول میکرد بیاد همینجا با هم زندگی بکنیم خیلی عالی میشد. مادر دخترای الان دیگه اینجوری زندگی نمیکنن. تو نگاه به من و امثال من نگاه نکن که توی یه قوطی کبریت با پدر شوهر، مادر شوهر، با 30 تا قد و نیم قد زندگی میکردیم. الان دیگه کسی طاقت سوختن و ساختن نداره. مادر جون قصه نخور، اگر چوب لای چرخت گذاشتن میرم پیش آقا نایب و ازش میخوام یه چیزی بنویسه دهنشون بسته بشه. تو رو ارواح خاک بابا اینقدر پیش این فالگیر رو نرو. اینا اگه بیلزن بودن باقچه خودشون اول بیل میزدن. خودم فردا میرم با لیلا حرف میزنم. خود دانی مادر. داش مسعود بیدار شو. چه؟ میخوام داماد بشم.
خبرش شنیدم. تو هم عاشق شدی یک کاره؟ نه اون عاشق مسعوده. اه؟ کجا فهمیدی؟ وقتی به من نگاه میکنه چشاشو خمار میکنه میخنده اینطوری. دروشو خط بکش، اون به درتو نمیخوره. منم فردا فالده بینیم. فالده رو از کجا گیر بیارم؟ فصلش نیست الان که. بگی بخواب بابا، فردا من ببرم آژانس. نرو نرم که بدبخت میشیم که دیگه پول نداریم. اگه بی پول بشیم چی میشه؟ اون وقت همون خواهرت که زده صورت تو رو اینجوری کرده یه کتکم منو میزنه. نه اگه عاشق بشی کتکت میزنه. بگی بخوا دست محصول. خیلی دوست دارم. کنتی دست مردی دست مردی دست مردی دست مردی بی بخوابی من شم کمه خواب که سلام. هر چی که از خدا میخوای بهت میده. خوش به سعادتت. دربست. درواز میری؟ کجا؟ برام این مامازن. اجازه هست سیگار روشن کنم؟ خواهش میکنم بفرمی. میتونم ازتون تقاضا کنم ضبطتون رو روشن کنی؟ شرمنده آقا، ضبطمو دزدیدن. عجب آدمایی پیدا میشن. با ماشین بدون ضبط چطوری سر میکنی؟ مسافرکشی میصرفه؟ بد نیست. روزگار ولی جا رو گذرون دیگه. هر اون ناچاریه. میشه لطفاً بریدگی اول رو سمت راست تشریف ببرین قربان؟ ممنون میشم. به شما نمیخواستی بری برامی؟ بله. بازیش بپشم سمت راست. ترافیک اینجا خیلی سنگینه، به خاطر همین تشریف های سمت راست که من زودتر به مسیرم برسم. ممنون میشم. خیلی خوب. تو به اون حسین بدبخت هم نکنی.
این ماشین تنها دارایی من. از تو باید بخترم برسون خیلی خوب برسون کلانتری رفتی؟ من اگه همیشه یه قطار دو پشت سرمه نمیدونم چرا این بلا سرم اومده. چرا شما بالایی میدونه اتفاقی که افتاده؟ چه میدونم حتما امتحان الهی. تو هر بلایی سر ما میاد هی بگو امتحان الهی امتحان الهیه. پس چی؟ بالاخره باید توی ناامیدی دنبال یه راه چاره بود یا نه؟ امیدی علاکی به من نمیخواد بدی. ولی تو خودت همه بدبختی های منو میدونی. اون ماشین تنها راه در اومد من بود. دیگه هیچ راهی نیست. مسعود یه راهی هست. اگه اینجور باشه که تو میگی باید در دنیا رو تخته کرد. یه راهی هست. همین نزدیکی هم هست. کجا؟ ها؟ کجاست؟ یادت سه‌شنبه شب کجا میرفتیم؟ من مطمئنم یه راهی پیدا میشه. تو دلت صافه. کاش صاف نبود. میری؟ نه. چقدر محکم گفتی نخوشم اومد. برای اینکه محکم خوردم زمین. حالیته؟ کجا؟ پیش لیلا. به اون دیگه نمیدونم چی بگم. اصلا بهش بگم؟ چیه؟ چرا این مرغ سرکنده این ور اونور میری؟ هر جا باشه خبرش میاد. شما که از حالا انقدر باش چپ افتادی وای به حال بعدم. اگه بخواد به خودش نجنبه بعدی وجود نداره. میدونی که باید بهش چی بگی؟ بله میدونم. خب چی میگی؟ اصلا لازم نکردی تو بگی، خودم بهش میگم. بذار بیاد. مامان شما که اون شب تلفنی همه چی رو بهشون گفتی؟ به مادرش گفتم. باید به خودش بگم که گوشی دستش باشه. اصلا همه اینا تقصیر توه. من اینا رو از چش تو میبینم. چرا من؟ برای اینکه جوری باهاش برخورد نکردی که احساس خطر بکنه. شما از کجا میدونی که من نکردم؟ خودم شنیدم. وقتی تلفنی داشتی باهاش حرف میزدی. یه بچه‌مون پسر شد، اسمشو میذاریم امید. ولی اگه دختر شد، میذاریم عاطفه. این یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا مسعود خیالت از طرف من تخت تخت باشه. مامان خواهش میکنم تو رو خدا نذار این یه ساعت که با همین واقع تلخی بگذره. خودم بهش میگم جون من. خدا پس. سلام. سلام. بریم. آقا مسعود. آقا مسعود. سلام علیکم خانم. مامان خواهش میکنم. آقا مسعود اینجام گیر کرده. اگه نگم دیغ میکنم. ببین پسر جون الان 2 ساله داری میری و میای. من باید جواب در همسایه رو بدم. زندگی که رو پاشنه عشق عاشقی نمیچرخه پسرم. دادگاه خانواده رفتی؟ همه اونایی که میان از هم جدا بشن اقلا 90%شون قبلا لیلی و مجنون بودن. همین لیلا رو ببین، وقتی اسمت میاد قند تو دلش آب میشه. ولی همین لیلا اگه 6 ماه بهش نون خالی بدی، سر 7 ماه چادرش رو سرش میکنه و برمیگرده. ببین آقا مسعود، اگه تا 1 ماه دیگه دست پر نیای در خونم رو رتوانه میکنم. گفته باشم. ماشین کجاست؟ مسعود با تو هم؟ ماشین هایی بردن. یعنی میخواستم بیارم نشد. یعنی خراب شده بود دیگه. خرابم نشده بود. میخواستم چیز کنم. خول شدی چی میگی؟ ببین لیلا ماشین منو دزدیدن. Thank you.
تو این وضعیت همینو کم داشتیم. خب تو چطور نتونستی جلوش وایسی؟ ای بابا بازم میگه چیکار باعث میکردم؟ میگم مسلح بودم. این ماشین همه دارو ندارد بود. میم جون لیلا به مامانت حرفی نزنی ها. بچه شدی؟ اگه بگم که این آخرین باریه که همدیگر رو میبینیم. قول میدم جبران کنم، باور کن. خیلی خوب، ببین من چند تیکه طلا دارم، فردا یواشکی میارم میریم با هم میفروشیم. خودت هم یه ذره جور کن، برو یه ماشین قسطی بردار، اگرم نشد یه موتور بخر، برو تو پیک موتوری. نمیدونم تو رو خدا یه کاری بکن مسعود، یه ما بیشتر وقت نداری. یا میدونم یه خوردم تو خونتون کمتر خرج کن، بلکه بتونی یه پولی کنار بذاری. جون لیلا فقط به اندازه احتیاجشون بهشون میدن، باور کن. میدونم، ولی لطف مکرر میشه حق مسلم. الان که داری اینجوری خرج میکنی، فردا اگه نتونی میشی آدم بده. به اون مینا خانمم بگو اگه میتونه بره سر کار، شهریه دانشگاهش خودش بده، علنگوش نمیشکنه والا. مینا بره سر کار؟ چه حرفیه میزنه، وقتی با تلفن حرف بزنه. بدبختی من یکی دوتا نیست. مگه تو نمیخواستی کتاب بگیری؟ شاید اگه بریم کتابتو بگیریم مامانت گیر میده. ولش کن، خودم فردا میرم میخرم. ببین پشت منو بذار خونه، تو هم برو دنبال کارات. ببین میتونی یه پولی از علی کسی قرض کنی؟ رون طلاهای منم حساب کن، یه 300-400 تومانی میشه. بیا. ای بابا دست درد نکنه، واسه محمود گرفتم. حالش خوبه؟ میام واسه من رفته عاشق شده، همینو فقط کم داشتم، میخواد بره زن بگیره. یک کاره داداشش با این همه داشت نتونست، اومد اون میخواد زن بگیره. از کی تا حالا سیگاری شدی؟ برگرد ببینم، بهت میگم برگرد. سیگار مال آدمایی که کم میارن، نمیتونن رو پای خودشون وایسن. اه؟ بده من بکشم. خیلی زود خودتو نشون دادی. پاشو بریم. بشین. بهت گفتم بشین. وایسا. برو بشین، میخوام با حرف بزنم. دیلو دارم میگم برو بشین، میخوام با حرف بزنم. دفعه آخرت باشه سر من داد میزنی. چرا اینقدر عصبی شدی؟ به من نگاه کن لیلا، دارم باهات حرف میزنم، به من نگاه کن. جون لیلا نگاه نکنی میرم آ. لیلا میرم آ. فرمای نون تازه. ممنون، خدا زیاد کنه. چرا انقدر گرفته ای؟ چیزی نیست، شما بفرمی. چیزی رو که از دست دادی به دستش میاری، نگران نباش. اینقدر با من لج نکن،
برو پیش آقا نایب یه چیزی بهت بده تلسمت بشکنه. اتفاقا صبحی که اومدم دیدمش. کجا فهمیده ماشین من دزدیدن؟ پس واسه چی میگم بری پیشش؟ صبحی رفتم پیشش گفتم یه نگاه بکنه ببینه قسمت تو با لیلا هست یا نه. خب چی گفت؟ خدا احوال شما رو بیاموز. امان حافظ شما. خدا نگهدار. سلام علیکم. سلام آقا مسعود. چرا پکری؟ آمدم از شما فقط یه سوال بپرسم. کی این وحی به شما نازل شده که لیلا قسمت من نیست؟ مادر من امشب سراب ببینه فرداش سیرابه. چه برسه که چشمم ببینه. آقا ما به اندازه کافی تو زندگیمون آتیش داریم. شما دیگه واسه ما آتیش روشن نکن. همین قرآنی که جلوی روت کمرمو بزنه اگر نیتم خیر نباشه. به خدای لاشریک نیتم فقط گره گشایی ولا غیر. برو از اونایی که نتیجه گرفتن و اعتقاد دارن بپرس. یعنی میخوام بگی حق با شما دیگه. آره حکایت تو نامزده باشه برای یه وقت دیگه، یه وقتی که حرفم برات حرف نباشه، سند باشه. اونی که ماشینیتو برده پشیمون میشه و برش میگردونه. فردا بعد از طول آفتاب برو همونجا برش دار. یعنی فردا پشیمون میشه ماشین میزه سر جاش؟ برو میبینی. الله اکبر. وقت نماز شد. الو علی سلام. آره خوبم، بد نیستم. یه زحمتی واسه داشتم، فردا میتونی ماشین با آتو بگیری با هم بریم تو جایی برگردیم؟ بیا برگردیم مسعود. از تو بعیده که به حرف اون را بیفتی بیاد اینجا زیر و رو بشی. چی گفته من زیر رو شدم؟ من فقط دارم میرم اونجا که به مادرم ثابت بکنم که این حرفا این یارو چرته. همین هم دورش خط بکشه. ثابت بکنی که چی بشه؟ چی به تو میرسه؟ من احمقو بگو که آژانس رو سپردم به امان خدا اومدم با این ببو گلابی نمیدونم دنبال چی. راستشو بخوای خودمم یه ذره کنجکاو شدم. ببین باور کن دیروز که رفتم تو خونش اصلا یه حال هوای عجیبی داشتم. چرت میگم میدونم. حالا مطمئنی اصلا جاده رو درست اومدین؟ راستی با بابام صحبت کردم، قرار شده ضامنت چه از مسجد برات وام بگیم. قسطاش چقدره؟ مفت، مایی 50 تومن. میتونی ماشین قسطی بخری. نمیخوام. چرا؟ برای اینکه ماشینم پیدا شد. دست شما درد نکنه، باید زحمت هم شدیم. شما زحمت کشیدی آقا مسعود. خواهش میکنم. یا الله.
بفرمایید. از شما درد نکنه. اما راستش اومدم بگم حلالم کنی. من در مورد شما اشتباه فکر میکردم. تازه فهمیدم که مامانم واسه چی اینقدر به شما اعتقاد داره. تو فکری؟ تو فکر عاقبت خیرتم آقا مسعود. ارحم الراحمین هر چی که دلت بخواد بهت میده. کی؟ آدم ناشکری نیستم، ولی راستش که من از اون بالا سری شاکیم. میدونم کارت اونجور که باید پیش نمیره، ولی اینم میدونم که خیلی دعای خیر پشت سرته، مخصوصا دعای اون خدا بیامرز. خیلی ازت راضیه که جاشو پر کردی. میدونی که دعاش مستجاب میشه. برای اینکه پدرته. نمیدونستم. خیلی چیزا رو نمیدونی آقا مسعود. اینجوری که میبینم حال روزت خیلی باید بهتر از اینا باشه. یه نفر قدمش برات سنگین بوده. منظورتون نامزدم که نی؟ اگر بتونی ازش دل بکنی درهای رزق و روزی به روت باز میشه. اون بنده خدا دختر بیروزیه، البته برای تو. من چند بار به مادرت هم گفتم. نمیتونم ازش دل بکنم. من اینجا میبینم که چقدر نجیب و خوش قلبه، ولی بهتر از اون سر راه تو میاد. سر راه اونم یکی بهتر از تو میاد. یعنی تا حالا باید میومده، حالا چرا دیر کرده؟ نمیدونم. ببینم تازگی ها دختری ازت کمک نخواسته؟ یه دختر نجیب و زیبا. ها؟ نه. ان غریب سر راد میاد و ازت کمک میخواد. چه کمکی؟ این که چی ازت میخواد نمیدونم، فقط اینو میدونم که اون قسمت توه. از تقدیر الهی نمیشه فرار کرد. هرچه دلم خواست نهان میشود، هرچه خدا خواست همان میشود. از اونجا که یادم از 7-8 سالگی پای سیاهی زدم واسه هیئته و ریسه و پرچم کشتن واسه تولدا بودم. خودتم شاهدی خوب میدونی. خیلی از بچه های محل که پای هیئت نبودن خودم پای هیئتشون کردم، اما دیگه نیستم. میدونی چرا؟ چون اونا واسه من پایه نبودن. حالت خوبه؟ خوبه خوب. برو اینا رو با همونایی ببن که علاوه بر حساب یواشون دارن. نه من که هر سال سنگی رو دستم سنگین تر میشه و چوب لا چرخم بیشتر. تو تب داری؟ داری هزیون میگی؟ میخوای بریم دکتر؟ چیز دیگه ای لازم نداری؟ بابا حداقل به محمود بگو بیاد، من دسترها که نمیتونم که. اونم راست کار تو نیست، چون همه بنزینی سره. خوش اومدی. چه گرفتاری شدیم بابا. چیکار رو عجب دمت گرد. خیلی خوب، خیلی خوب. حالا باشی داری گریه میکنی تو؟ گریم از خوشحالیه. دیروز که بهم گفتی ماشین تو دزدیدن دنیا رو سرم خراب شد، ولی برو خودم نیاوردم. لیلا. بله. یه چیزی بهت میگم خوب گوش کن.
من محال تو رو دست بده. باور کن. مگه قراره از دستم بدی؟ با کی حرف میزنی داشت بردو؟ لیلا یه نفر اینجاست میخواد با تو حرف بزنه. گوشی گوشی. سلام لیلا. سلام محمود. از پیرنی که برات خریدم خوشت اومد؟ خیلی قشنگو. خیلی به میاد. به میاد. کاشی تو خواهرم بودی. خب هستم دیگه. نه. تو زن داشت محسودی. زن داشت محسود. ببین بیا خونه اون کار دارم. آره اون کار دارم. باشه میام. مواظب خودت باش. گوشی. لیلا خداحافظ. گوشی. قایی نداری؟ محسود. چرا گفتی محال از دستت بدم؟ ناراحت شدی؟ یه جوری شدم. آخه تو هیچ وقت همچین حرفی نزده بودی. تو چرا اینجوری شدی؟ چند وقت اینقدر بد اخلاق شدی؟ اگه جای من بودی میدونستی. صبح تا شب تو خونه ما سر تو دعواست. به خدا مریض شدم، افسردگی گرفتم. باید برم دکتر. نمیخواد بری دکتر. تو اگه دست از این پسر بکشی خوب میشی. حالا قطع کن، میخوام شماره بگیرم. خیابون رو دست چپ بپیشید داخل. ای آقا رد کردین که. با شما ماما. ببخشید چی فرمودین؟ حواستون کجاست؟ پیش شما یعنی پیش آدرس شما. خیابون بعدی رو لطفا بپیشید تو. بله چشم. به نظرم آدم قابل اعتمادی میای. خواهش میکنم. میتونم یه کمکی ازت بخوام؟ تازگی ها دختری ازت کمک نخواسته. یه دختر نجیب و زیبا. چی شده محسود؟ اینقدر خودتو اذیت نکن. مثل قبل به چسب زندگی بخیال شد. تو جدی انگار یه چیزی هست. یا بی به سر روت بزن حالا جا بیاد. الان هم که میدونی داره بارون میاد. زنگ خوره آژانس هم زیاد میشه. بچه هم که هیچ کدوم نیستن. امشب کلی کاسل. گفتم حوصله‌شو ندارم. بخیال شد. میرم. سلام خانم، مشکلی پیش اومده؟ ممنون وایسادی. بنزین داری؟ بنزین که باید از باکم بکشم. شرمنده، زحمتی تو میشه. نه خواهش میکنم، چه زحمتی.
بنزین تموم کردم. یه آقای بزرگواری کردن دمه بنزین. نیم ساعت دیگه. خدا خانم چهارده سینسی که قابل شما رو نداره بفرمه آخه این طریقه خواهش میکنم فقط بعد اگه جسارت نماشه من میخواستم حتی ببخشی داری اگه ممکن باشه من این شماره چیزونو یعنی شماره کسی رو به اون موبایل شما بگیرم حتما خانم شما حالتون خوبه؟ یکم سرم گیج میده بکنم فشارم افتاده من کمکی میتونم بهتون بکنم؟ ممنون شما به کارتون برید مرامه ما نیستم چرا بلکنی برید به اندازه کافی زحمتتون دادم ای بابا با شاله شما چقدر جارف میکنه خانم جام جایه جای اولاد ما میمونی ای بابا شما چقدر جارف میکنی ما بیان بشیم من خودم میرسنم تو بر میگردم دیگه ماشینه میبرم خانی اگه یه وقت برای ماشینتون اتفاقی بیفته من آه ماشینه من هیچ کی نمیبره چند وقت پیش بود ماشینه من دوز بار ولی بعد دوباره اوورد نمیدونم چرا جدا؟ لطفتونو هیچ وقت فراموش نمیکنم. منم این شبا شما ماشینتون رو همینجا میذارین؟ بذارین باشه میدم ببرن تو پارکینگ الان براتون یه آژانس میگیرم نه لازم نیست من خودم ماشین میگیرم میرم دیگه زحمت نکشه شما الان که ماشین گیرتون نمیاد آقا لطفا ماشین رو ببرین تو پارکینگ یه آژانس هم برای این آقا بکشه خدا 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 فرشته نجات اومد سر راهت مطمئن نیستم مادم شما مطمئنم کنید اگه دلت میگه خودشه حتما خودشه از چرا وایسادی؟
دلداده شدی؟ نه هنوز نه. میشی؟ آقا نایب نامردیه، لیلا رو چی کار کنم؟ تو که گفتی دلدادش نشدی. خب یواش یواش ازش فاصله بگیر و بعدش هم رهاش کن. به امان خدا. آقا نایب شما اسمشو میدونی؟ برات مهمه؟ نه نمیدونم. آخه پسر خوب، اگه من همه چیزو میدونستم که استغفرالله جام توی آسمون ها بود نه روی زمین. نه باور کنی من منظور بدی نداشتم. حالا امرتون. من ببینید خانم، ما باید یعنی اگه ممکنه ما همدیگر رو ببینیم. اشتباه گرفتین آقای محترم. الو 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 بله. الو سلام. خوبی؟ نه خوب نیستم، بگو. چیزی شده؟ چیزی نشده لیلا، کارتو بگو. دو ساعت دیگه کلاسم تموم میشه. خواستم ببینم میای دنبالم. نمیتونم، باید برم اجانس کار دارم. چرا انقدر بد اخلاقی؟ لیلا بی خودی به من گیر نده، حوصله ندارم، خودم بهت زنگ میزنم. خب چرا داد میزنی؟ کاری نداری. از جای دیگه دلت پره چرا سر من خالی میکنی؟ خدافظ. بهش زنگ زدی؟ چی شد؟ آره اونم چرا قطع کرد؟ خب دوباره بزن، اگه دختر بی حیایی بود قطع نمی کرد. ازتون خواهش میکنم مزاحم نشید. ای بابا خانم شما چقدر بد اخلاقی. من که قصد مزاحمت ندارم، که منم گیر کردم، مشکل پیش اومده. گوشی گوشی پشت خطی دارم. الو الو میگفتین؟ من چیزی نمیگفتم، من گفتم که یه ذره به من اعتماد کنی. همین تا دو هفته دیگه من فقط ایرانم. بله 25 میرم. ایشالله که حتما همکاری خوبی خواهد. متشکرم. خدا خدا. خب توی مدت کوتاه شما از من چی دیدین که به من علاقه مند شدین؟ چرا جوابمو نمیدین آقای اقبالی؟ مسعود اقبالی.
چه گلای قشنگی. قابل شما نداره. زحمت کشیدین آقا. بستنی؟ اونم تو این هوای سخت؟ بسش من یکم گرمم بود تم بستنی بیارم. خب ما قرار گذاشتیم همدیگر رو ببینیم یا با هم صحبت کنیم؟ همدیگر رو نگاه کنیم، یعنی هم صحبت هم باید بکنیم حتما. اگر صحبتی داریم بفرمایین، اگه نه من برم به کار شرکت برسم. نه شما نقشه کشین؟ بله شدیدنم علاقه مندم بدونم شما چه نقشه بر من کشید. من منظورتون رو متوجه نمیشم. ببینید بذارید من خیلی صادقانه بهتون بگم. ببینید خانم، من فکرش نمی کردم تو یه نگاه، یعنی راجع به شما اینطوری فکر کنم. نه بستش. خب این که طبیعیه، آدم ها یا با اولین نگاه به هم علاقه مند میشن یا تو مدت آشنایی وقتی که به شناخت خوبی از هم رسیدن. به نظر من دومی منطقی تر میاد. ببینید خانم تابان، دنیا تابان. دنیا خانم، دنیای تابان. شما دوست داریم ما به هم دیگه فامیل بشیم؟ یعنی بیشتر با هم دیگه آشنا بشیم یا نه؟ آشنا که داریم میشیم، منتها من از شما چیزی نمیدونم. خب فقط کافیه به من بگین از کجا شروع کنم. همین، از اونجاییش که به من مربوط میشه. ببینید من 28 سالمه، دیپلم انسانی هم دارم، البته دانشگاه هم رفتم، اما باور بکنید ولی خب دوچین خونم بعد پدرم فوت کردم، مجبور شدم انصراف بدم. خدا رحمتش کنه. خدا رفتگان شما رو هم بیامرزه. حتی راستش رو بگم خیلی دوست داشتم درسم رو ادامه بدم ولی خب دیگه نمیشد. وضعیت زندگی ما با شما خیلی فرق میکنه، برای خرج زندگی مجبور بودم برم سر کار. سرنوشت دیگه از اینجا بود که مسیر زندگی عوض شد. مهندس نقشه کشیه، باباش هم بزاز بفروشه، یه 28 بادی هم تازه تموم کردن، اینجا رو بفروشن رفتن ایتالیا. مادرش اونجاست، یعنی واقعا اصلا اونجا زندگی میکنه. ایتالیا کجاست؟ مادر ما نگاه کن، ایتالیا کجاست؟ همون جایی که تو فوتبال بازی میکنن. ایتالیا یکی از کشورهای توپ دنیاست. راستی اسمش هم دنیاست. چند تا خواهر برادرن؟ هیچی، یکی یه دونه. پس باید آدم حسابی باشن. آدم حسابی از اونایی که اصلا تو خوابم نمیدیدیم. برو دعا به جون آقا نایب بکن. اگه ایشالا وصل از صورت بگیره باشون میرم اون برا، حسابی کار میکنم، حسابی واسه تون پول میفرستم. هنوز هیچی نشده، میخوای ما رو ول کنی و بسپری به امون خدا؟ نه من نمیذارم اینو گفته باشم. قربونت برم، تو چقدر ساده، هنوز نه به داره نه به باره. بذارم اصلا این دختره ما رو میپسنده یا نه. آن فقط به این مینا حرفی نزنی ها، این بفهمه اینگه تو همون امید اعلام کردی. ولی در کل دختر بدی نیست، شده که جوشه. نمیدونم لیلا رو چیکار کنم. علازاده است خودش. Thank you.
سلام لیلا. چه ناراحتی؟ خیلی دلم برات تنگ شده بود. سمیه چطوره؟ دیگه مینا نمیانتش. داداش مسعودت کجاست؟ خونه است؟ نه اونم نیست. نمیدونی کجاست؟ آژانس هم نبود. نمیدونم. کی خونه است؟ ماما مهری و مینا. چرا باشاله؟ بریم تو. بریم تو. چه عجب یاد ما کردی. مینا جون کجاست؟ خواب مادر. بچه‌م تا صبح با تلفن حرف میزد. خوابمون نرفت دانشگاه. محمود جان مادر برو تو کوچه دوچرخه بازی کن. پاشو بذارم. پاشو. نمیرم. نمیرم. خب لیلا جان تعریف کن ببینم مادرت اینا چطوره؟ خودت خوبی؟ نه خوب نیستم مامان. راستش مسعود یه مدتی خیلی سرسنگین شده. تلفنامو یکی در میون جواب میده. عصبیه. 15 روزه که همدیگر رو ندیدیم. واقعا من نمیدونم چشه. لااقل شما بگین. چی بگم مادر؟ نمیدونم. ولی هرچی باشه شما از من بهش نزدیکترین. یه جوری رفتار میکنه انگار من 2 ساله معطلش کردم. عوضی که من طلبکار باشم اون از من طلبکاره. اتفاقا خوب موقعی اومدی. چون دوست داشتم خیلی چیزا رو بهت بگم. کار خدا رو ببینا. به تنها چیزی که فکر نمی کردم ازدواج بود. به تنها کسی که فکر نمی کردم تو بود. خب همین که باید تا اینجاش اومدم یعنی راضیم دیگه. میدونی منم الان که فکرشو میکنم میبینم خیلی راضیم. خب دیگه پر رو نشه. میدونی خیلی از چیزایی که برای دختر امروزی مهمه برای من اصلا اهمیت نداره. برای پدره چی؟ اونم همینطور. حالا میبینی. من پس فردا میرم با مادر دنیا بر میگردم تا برای مراسم خواستگاری در خدمت باشم. خواهش میکنم خدمت از ماست. من تا قبل از مراسم خواستگاری دوست دارم یک کمی با هم گپ بزنم. دختری که شما برای زندگی آیندهتون انتخاب کردید اگه تعریف از خود نباشه بهترین گزینه است. شما مثل هر آدم عاقل و بالغی حق انتخاب داشتید. پس قطعاً به ما هم حق میدید. بله خب مسلمه. به دست آوردن ایشون نهایت آرزوی منه. میتونی. اگه بخوای میتونی. من از جوانای جسور خیلی خوشم میاد. چون دنیا رو انتخاب کردی حتماً جسوری. نباید نهایت آرزوت به دست آوردن دنیا باشه. باید به فکر خوشبختی کردن اون باشی. عشق یعنی این. درسته؟ بله دیگه دقیقا یعنی همین. ببخشید. الو بله. نه خواهش میکنم مراهمی. جانم. فردا صبح اول وقت 2 میلیارد تو حسابمه. آره روش میتونی حساب کنی. من فردا دفتر وکیلمم. تشریف بیارید.
به مورد جردن هم فکر کن، مورد خوبیه. میبینم، خداحافظ. چه فکری برای خوشبخت کردن دنیا کردید؟ راستش من خیلی به لحاظ مالی توانایی ندارم، یعنی اصلا ندارم، ولی خب یه اعتماد به نفسی دارم که اگه یه حامی داشته باشم دیگه هر کاری میتونم بکنم. اعتماد به نفسش فوق‌العاده است، شک نکنید. متوجه منظور شما شدم، قبولم دارم که دوره از صفر شروع کردن گذشته، اما خود منم از صفر شروع کردم و به لطف خدا اینقدر وضعم خوب شده که میتونم زندگی شما و هفت نسل بعد شما رو بسازم. ولی همت و قدم اول خود شما باید بردارید. شما یه قدم بردارید، من 10 قدم براتون برمیدارم. خب بگیم من باش چیکار کنم؟ من خودم اولش با 20 میلیون تومان سرمایه شروع کردم، اما اهل ریسک بودم. اولش فقط تونستم سرمایه خودم رو جمع کنم، بار دوم یک کمی سود کردم، همینطوری اومدم بالا. باید سرمایه گذاری کنی، حتی به مبلغ کم. دلم نمیخواد بگن تابان داماد سرخونه آورده. من یه جلسه ای دارم، دیرم شده، باید برم. از شما اینکه خوشحال شدم. بنده من چیلی. خداحافظ. از پدرت خیلی خوشم میاد، یه جورایی جنتلمن. سختگیر هست، ولی اگه همونی بشی که اون میخواد هواتو داره. از نگاش فهمیدم که نظرش رو مثبته. تو فکری؟ دارم فکر میکنم که چجوری میشه یه سرمایه چیزی جور کنم. از این موقعی که توش هستم خسته شدم. چرا جواب نمیدی؟ یکی از دوستامه، خودم بعدم به این زنگ میزنم. همونی که امروز چند بار زنگ زد. این ورا کد بفرمی، کد آفیس بایستا. مسعود کجا میری؟ حالا دیگه من شدم خانم امینی. بایستا با تو هم خوشتیب شدی؟ به خاطر این با من به هم زدی؟ یا تو میگفتی من حالا از دستت بدم؟ این بود دیگه؟ مسعود مامانت همه چیزو برم گفت، اما نگفت با یکی دیگه وسطه. مسعود تو با من چی کار کردی؟ کم به خاطرت حرف شنیدم؟ کم پشتت بودم؟ کم خواستگارمو بدونی که بفهمی رد کردم؟ لیلا بهت گفتم بیا این ور با من بحث نکن. نمیرم. سرسو بیا پایین، با جلو همسایه بیا برگی رو بندازی. آره میخوام همه بفهمن. لیلا میسرم تو دهنتا. اون که باید بزنه منم، نه تو. چیه؟ میخوای بری؟ خجالت میکشی؟ آره آره خجالت میکشم، خجالت میکشم. دلتور به امام حسین بیبرو اینور. اما این که خیلی بهم بد کردی، ولی آرزو میکنم خوشبخت شی. وقت من میفهمم که لایقت نبودم،
مسعود، تو چطوری میتونی یکی دیگر دوست داشته باشی؟ چطوری؟ لیلا تو از این واسه چی اومدی اینجا؟ منم بهت بگم که میخوام بیام خونه مادرت با هم زندگی کنیم. ولی مثل اینکه خیلی دیر اومدم. مسعود دوستش داری؟ نه نه بابا به خدا نه، من فقط خسته شدم، من هیچ کس دوست ندارم لیلا، هیچ کس دوست ندارم، میفهمی؟ من دیگه خسته شدم، دیگه از بدبختی هم خسته شدم، دیگه از این زندگیم خسته شدم، دیگه نمیخوام خودم و خانوادم با چشم حسد به بقیه نگاه کنم، این گناهه؟ دیگه نمیخوام مثل بدبخت زندگی کنم، این گناهه؟ میخوام چند وقتی سلام میزنم رو بالش تا صبح آروم بخوابم، این گناهه؟ لیلا من فقط میخوام مثل آدم ها زندگی کنم، این گناهه؟ خودت هم خوب میدونی من با تو آخرش اومدم، ولی نشد لیلا، نشد، من و تو قسمت هم نبودیم. حوث بازی تو گردن قسمت ننداز نامن، نرسیدی؟ نزدیک هتل. من فقط تماس گرفتم بگم اون خانومی که تو دیدی اون دختر یکی از اقوام ماست، چند وقتی به من گیر داده، اعصاب خودم هم به کلی خورد کرده، من فقط میخواستم بگم یه وقت خدایی نکرده دنیای من تویی، باور کن، اینو بهت ثابت میکنم، بهت قول میدم، فردا میبینمت، خدافظ. چقدر ناز بودم، حالا نازی، خیلی خیلی نازی. باش برو سفره نهار رو بنداز، میخوای بخوری گوشت نمونی. ببین چقدر اذیتم میکنه دنیا. منظورتون دنیا خانومه دیگه؟ نه وای مامان چی کار کردی، میگم کاش که هر روز دنیا میمد اینجا. با مادرم صحبت کردم، قرار شد خونه رو بفروشیم، احتمالاً ماشینم روش میریم، فکر کنم این سرمایه اولیه‌ای بشه جور کرد. خیلی فکر خوبیه، رو هم دیگه فکر میکنم یه 90 میلیونی بتونیم جور کنیم، فکر میکنی برای شروع کافیه؟ همه چیز بستگی به پدر داره، فعلا که مهرت به دلش نشسته. دنیا بابات اون خونه رو تو نیاورون چند خریده؟ 850 تا فکر کنم. خب بگو همونو بده به ما، بد نی بشورو، پیش خودت بمونه، به این چیزا راضی نشو، بهترشو در نظر داره. قلبم چی شد؟ ضعیف قلبم، نزنی حرف اینجوری یه دفعه. نهار آماده است، تشریف بیاری. مؤدب شدی تو یه دفعه. آقا از اون صرف قیمت اینجا 85 میلیونه. ای بابا آقا ناصری، شما قیمت با این نگفتی؟
میل خودته، میخوام با خونه صحبت کنم، خبرش بهم بده. راستش آخه ما رو 90 حساب کرده بودیم، یه کاریش بکن واسه مالتونه، اختیارش رو داریم. تنسیگم که زیاده بونگاییه. آقا ما اولین کسی که آوردیم شما بودیم، میخوام خودت ورداری شرش رو بکنیم دیگه. ها حالا فردا شما به بونگا ببینیم چی میشه. آقا میگی حالا پس چی کار کنی؟ تنها راهش اینه که ماشینت هم بفروشی، رو هم 90 برمیدارم. تعریف از خود نباشه مری خانم، من دستم سبکه، با هر کی معامله کردم ضرر نکرده. خدا رو شکر، انشالله از اون خونه خیر ببری. ممنون، اگه امری نیست من مرخص شم، جایی هم میری برسونم. نه قربون شما، شما بفرما، خودمون میری. این کلیدم خدمت شما. ممنون، برو به امون خدا مادر. خدا به سلامت. خب میخوای یه ماشین در به اسفاستون بگیرم بری تدم در خونه؟ نه مادر جون، نه، مواظب پولا باش، حواستو جمع کن، خیالت راحت باشه، اصلا میخوای خودم برسونمت. نه مادر جون، ببین از احتیاط کردن ضرر نمی کنی، این 90 میلیون تموم زندگی ماست. خیالت راحت باشه مادر من. فعلا برو به سلامت، خدا پشت و پناه بده. سلام. چین وسط بایستده؟ شاید میخواد خودکشی کنه. انگاری زیاده مالش خوب نی. اینو من میشناسمش، این همونیه که ماشین منو دزدید. به خدا جدی میگه میشناسمش، برادرمه. بده من اون پولا رو، دیگه منو نمیدونی. بلا پس همه این نقشه بود؟ نقشه داینایه بود، الان هم لبه دریا هست. برای با مهندس گپ بزنه. فقط واسه 90 میلیون؟ چرا با من؟ چرا با من دنیا؟ فقط واسه 90 میلیون دنیا؟ تو که وضع زندگی منو دیدی؟ ایفا بده به جنب، بیا پایین. بچه خوبی نباشی شناسنامت باطله. خواسته میشمارم، کیفو ندی جیانادت رو تحویل خانوادت میدم. یک، بده مسعود میزنه. دو، یالا دیگه. مثل آدم بهش بده عوضی. نادر بسته دیگه، بیا. البته اینم بهتون بگم، انگیزه ما برای دستگیری این شایدو باندش
زیادتر از بقیه مجموعاست. اون یه سابقدار حرفه‌ایه. اسمش هم حاج نایب نیست، فرامرزه. اونا کارشون خیلی خوب انجام میده. کارشون خیلی خوب انجام. چند ماه دیگه تا حالا بیش از 2 میلیارد از مردم پولاوندی کرده. لطف کن هر آدرس شماری ازشون داری تو این کاغذ برام بنویس، شاید بتونی به یه سرنخ‌هایی برسی. البته اونا انقدر زرنگ هستن که ردی از خودشون بجا نذارن، ولی خب ما هم کارمون خوب بلدیم. بالاخره یه جوری بهشون میرسیم که خودشون حتی فکرش هم نمی‌کنن. بس دیگه. شما سر هم یه شما پای من تو خونه اون مرتی که باز کردین، شما من گفت این یارو اله بله یادتون رفته؟ تو چرا با من حرف نمیزنی؟ کم حواسه داشتم؟ کم پول بهت دادم؟ عمود دارم میترکم. تو رو خدا با من حرف بزن، حرف بزن با من. به خدا تقصیر من نبوده، با من حرف بزن. چون کیا قسمت بدم با من حرف بزنی؟ جون سمیه با من حرف بزن. داشت مشروع لیلی دوست دارم. آقا سلام، اسمم مسعوده، مسعود اقبالی. بی اقبال و دلشکسته و شرمنده شما، من همونیم که هر سه‌شنبه جلد جمع‌کرانت بودم. خودت شاهد بودی. چگونم که فشار زندگی پاهامو سوز کرد و لغزیدم، دور شدم از هرچی به صلاحم بود و نزدیک شدم به چیزایی که به نفعم نبود. آقا شما منو اینجوری نمیخواستی؟ حالا که دست از دنیا کشیدم میخوام شما رو داشته باشم. میدونی گناه از من و امثال منه که فراموشت میکنی. بزرگی کرم از شماست که همیشه با مایی، حتی وقتی با تو نیستی. آقا جون دلم خون میخونه، دوری شکستی که فقط شما میتونی از نو بسازیش. ناامیدی بدجوری افتاده به جونم. جونم به فدات. یه بار دیگه امید رو تو دلم زنده کن. زندگیم داره به بد سمتی میره. نمیدونم کجا دارم میرم. پشت نداریم، پشتمون باش. یه نظر به ما بکن. خود دسته خالیمونو بگیر، ردش نکن. سلام. ما داریم میریم جمع‌کران، اگه همسفریم در خدمتتون باشیم. شما بفرمایید، من مزاحم شما نمیشم. این حرفا کدومه؟ مراهمی؟ بفرمایید، خواهش میکنم. Thank you.
دخترم میشه چه خوابی رفته؟ سرما خورده؟ کاش سرما خوردگی بود. سرطان داره، پیش بهترین دکترها بردمش، از کشور خودمون بگیر تا انگلیس، همشون جوابش کردن. لابد کلی هم خرجش کردین. آره فدای تار موش، این سلامتیه که قیمت نداره. عباس نامی چی؟ جمع کردن امید آخرم. زحمت شما شدی. التماس دارم در پناه خدا. با عزتون. خدا نگه. خدا حافظ کوچولو. ازم شاکی علی به جوری هم ازم شاکی یا اتم ماشین همو دزدیدن چی به ام گفتی؟ گفتی برو جمع کرو. اما من احمق اینقدر دلم خالی بود که حتی تو پرچم و ریسی کشیدن اینا هم پایه نبودن. ولی تو جمع کران رفتم، ولی تو خود جمع کران هم یه نفر بود که چشم دیدن من نداشت. کی؟ مادر لیلا. تو چشاشم دیگه نمیتونستم نگاه کنم.
مطمئنم سر نمازش تو همون مسجد از خدا خواستم. مسعود جان داغون شدم دیگه علی. ای بابا داغون شدم. مسعود تو هم که کم نذاشتی، تو عزاداری ها که کم سینه نزدی، تو مولودی ها کم دست نزدی. یادته مدرسه می رفتیم قلکی تو شکستی رفتیم سنگ و پرچم و این چیزا خریدی؟ اینا همش ثبت میشه، خیالت راحت بشه. شرمنده تو هم شدم علی. شرمنده من واسه چی دیگه؟ این حرفا رو نزن مسعود. من از آقا غلامی برات یه موتور قسطی میگیرم، سفته‌هاش هم خودم میدم. واش تا پیک موتوری ماه به ما قسطاتو میدی، اگرم نداشتی خودم میدم. در که نمیری فلان، در میری؟ مسعود جان خدا به مو میرسونه ولی پاره نمیکنه. چای تو خورسند میشی. با اکرم خانم اینا کار داشتین؟ بله خانم، تشریف نرن؟ برج پیش از اینجا رفتم، اینجا رو فروختم به محمد ماسبند، اون هم میخواد بکوبه یه بچه برج بسازه. ببخشید نمیدونین کجا رفتن؟ کجا میتونم پیداشون کنم؟ رفتن جایی که کسی نشناستشون. از قوم و خویششون هستین؟ آه دوزی خود اینقدر خودخوری کنی. اگه قسمتت باشه اون ور دنیام که رفته باشه باز مال توه. مینا کجاست؟ رفته خونه سمیه اینا ازش کامپیوتر یاد بگیره. هرکی بهت گفتم منو با خودت ببرا انگار نه انگار محلم هم نداشت. گوش شیطون کر خیلی عوض شده، میخواد بره سر کار، هی میگه دلم برای مسعود میسوزه. وقتش تو هر کردنشه. هلی ناصری هم چیکار کردی؟ هیچی، تو دست خالی چیکار میتونی بکنی؟ خب یه مدت بریم خونه رفیقی، دوستی، فامیلی، آشنایی. آقا ما همه یه اساسها رو جمع کردیم، فردام کیلو بیان به تحویل میدم. دیگه چیکار داری تو؟ خداحافظ. سلام علیکم. آقای اقبالی بفرمایید. از کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه مزاحمتتون میشم. یکی از خیرین از این به بعد حمایت مالیتون رو به عهده گرفته و ماهانه مبلغی رو به عنوان حقوق به شما پرداخت میکنه. محبت کنید توی این بانکی که براتون مینویسم یه حساب قرض رسانه باز کنید تا ماه به ماه به حسابتون واریز بشه. من پس فردا میام خدمتتون تا شماره حسابتون رو بگیرم. راستش من یه کمی گیج شدم. اینا چجوری از وضع زندگی ما با خبر شدن؟ ما میشناسیمشون؟ استثنا شما بله، ولی نام این عزیزان باید محفوظ بمونه.
میشه حالا شما زحمت بکشین اسمشون رو به ما بگین؟ متاسفانه نه، ولی یه امانتی دادن که باید برم خدمت. امانتی؟ روشم نوشته برسد به دست آقای مسعود اقبالی. آقا مسعود خودتون هستی؟ بله بله، خدمت شما. خدا نگهدار جناب اقبالی. آقا سلام، اسم مسعوده، مسعود اقبالی. بی اقبال و دل شکسته و شرمنده شما. آقا آقا یه لحظه صبر کن. آقا من فهمیدم کی بود. من نامه‌مو تو ماشینشون جا گذاشته بودم. تو رو خدا اگه یه آدرسی شماره تلفنی چیزی ازش داری به من بده. شرمنده. شما میبینیدشون؟ دیر به دیر. چطور مگه؟ اگه دیدیدشون سلام من و خانواده‌مو بهشون برسونید. بهشون بگین، بهشون بگید ما همیشه واسه شفای دخترشون دعا میکنیم. اون آقایی که من میشناسم دست رد به سینه هیچکی نمیزنه، مطمئنم. یا علی، یا علی. سلام آقا، مسعودم، مسعود اقبالی. خوش اقبال و دل زنده و ممنون شما. آقا فکر میکردم بعد خوندن نامه ها حاجت میدین، نمیدونستم نخونده نظر میکنی. خودم بری چه به موقع دستمونو به گرمی گرفتیم، چه به موقع خونه خراب دلمونو با آجر و امید ساختی. ولی اینو بدون که دلای ما وقتی نورانی میشه که چشممون به جمال شما بیفته. آقا عطر نفست همه جا پیچیده، این یعنی لحظه به لحظه حاضر یا ناظر. راست میگن که امام فرو میره، گناه از ما زمینی هاست که اماممونو نمیبینیم. در حال که شما هستی و رو ما سایه انداختی، همیشه حاضر. کاش تنهاد نذاریم آقا، کاش تنهاد نذاریم. صبوری بده تا همیشه منتظرت باشیم. منتظر شما بودن چه صفایی داره آقا. آی به حال کسی که چشماشو بسته. وای به حالش. حافظ برو برو بذار شقای ماشین. آی هر بیا این دیگه بیا این بره دیگه بیا بلا بیشتر از پشتون بیمانه بیشتر نه بیشتر نه بیشتر نه بیشتر نه بیشتر.